دانیل فیلدمن، نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، با اشاره به مبارزه اخیر نیروهای افغان در برابر شورشیان طالب در ولایت کنر و کوشش های اخیر حکومت افغانستان و پاکستان برای مبارزه با دهشت افغانی را برای ثبات منطقه حیاتی می خواند. اولتر از همه این کار مربوط به کشورهای افغانستان و پاکستان میشه. این کار برخواسته از کوشش های رهبری هر دو کشور است. زیرا آنها می دانند که یگانه راه خوب برای ثبات منطقه و ثبات هر دو کشور است. و این بهترین راه برای ثبات هر دو کشور میشه. واضح است که جامعه بین المللی برای ثبات این منطقه سرمایه گذاری کرده و از کوشش های هر دو طرف هم حمایت می کند. آقای فیلدمن در حال از کوشش های اخیر سران سیاسی افغانستان و پاکستان قدردانی می کند که در یک نشست سه جانبه میان شیر محمد کریمی، لوی دریستیز قوای مسلح افغانستان و راحیل شریف، لوی دریستیز اردوی پاکستان، با جان کمپبل، قماندان عمومی ایسف در افغانستان که در شهر راولپیندی پاکستان دیروز برگزار شد، ضمن بحث روی چگونگی وضعیت امنیتی منطقه در این نشست، لوی دریستیز اردوی پاکستان نیز از آخرین عملیات نیروهای افغان در برابر تحریک طالبان پاکستان در مناطق نزدیک به سرحد میان دو کشور قدردانی کرده و از حمایت همه‌جانبه خود با شمول عملیات‌های هماهنگ در دو طرف سرحد و تشریک معلومات استخباراتی وعده داد. وعده‌های همکاری‌های همه‌جانبه در حال از جانب پاکستان به افغانستان داده می‌شود که سربازان افغانستان در حال حاضر در ولسوالی دانگام ولایت کنر در یک نبرد با طالبان مصروف مبارزه می باشند. یکی از مشکلات فراراه نیروهای افغان برای تامین امنیت در کشور نبود نیروی هوایی افغان می باشد. اما در نبرد روان میان سربازان افغان و طالبان در ولایت کنر، ایسف از حمایت هوایی خود با نیروهای افغان خبر می دهد. ما بر اساس خواست نیروهای امنیتی افغان با انجام حملات هوایی در دانگام از آنها حمایت کردیم. اما با باور این مقام ارشد ایسف، با آغاز مأموریت حمایت قاطع جامعه بین المللی با افغانستان پس از ختم سال 2014 میلادی، نیروهای بین المللی حمایت هوایی محاربوی خود را از نیروهای افغان قطع خواهد کرد. ما تحت مأموریت حمایت قاطع در عملیات محاربوی نظامی اشتراک کردن نمیتانیم. بنابراین با بسیار احتیاط ما پلانهای خود را طرح میکنیم تا نیروهای افغان مسئولیت را عهده‌دار شوند و در برابر مشکلاتی که با آن روبروان فائق آیند. کوشش‌های سیاسی و نظامی میان افغانستان و پاکستان در حال شدت می‌یابد که بعد از حمله هفته گذشته مردان مسلح بر یک مکتب در شهر پشاور که باعث کشته شدن 141 نفر گردید، اعتراضات در سراسر پاکستان هنوز هم ادامه دارد. شیری رحمان، وزیر پیشین اطلاعات پاکستان و سفیر سابق آن کشور در ایالات متحده، می‌گوید این یک زمان مناسب برای یک پارچگی ملت پاکستان در برابر شورشیان طالب می باشد. حتی روحانیون نیز باید با ما یک جا شوند، به خاطر که در حال حاضر ما باید در سر تا سر جامعه خود خط قرمز را ترسیم کنیم. امروز خط مقدم جبهه تنها منحصر به سرحدات ما نیست، بلکه این خط اکنون در خانه های ماست.